بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله امروز در سی و یک، یکمین جلسه راجب سیمای محمدی در سیره نبوی هستیم دوستان خواهش میکنم الان زنگ نزنید نیم ساعتی رو رو موضوع میگذرانم انشاءالله بعد از اون دوباره تلفن ها رو باز میکنم عرض شد که پیانبر بعد از اینکه که آمول حسن رو پشت سر گذاشت دو سند داخلی و خارجی خودش را از دست داد داخلی داخل خانواده حضرت ام المؤمنین خدیجه صدیقه و خارج از منزل امویش ابو طالب از دست داد و بعدش از شیب طالب که حصار ساله برداشته شد رب در طایف اونجا هم مورد دیت آزار قرار گرفت بعد از همه این مصیبت ها که پایداری نشون داد نوبت جایزه الهی موند که اسرا و معراج باشه اسرا شبانه اومدن از مکه به مدینه رو اسرا میگیم ببخشید از مکه به بیت المقدس رو و از بیت المقدس به آسمان اروج کردن و معراج میگیم تفسیر نویس ها که اینجا یک شق صدر دیگری صورت گرفت در این رهلت شگفت و عجیب بار دوم علاوه بر کودکیش اینجا هم به اصطلاح امروز یک جراحی قلبی صورت گرفت لیکن این جراحی قلبی به این معنا نیست که قلب باز کن یک, یک قطع گوشت سه ها دارند که این نصیب شیطانه و به این خاطر سرور الانبیا شده بلکه این سخن خیلی مقبول نمیتونه باشه بلکه اینها همه در حاسات در قبل از بیستش و تاییدش بعد از بیسته و طور که بعضی ها گمان میکنن این نیست که نصیب شیطان این تکه گوشته که برش داشته شده و بعد در دل بقیه مخلوقات باقی مونده و علاوه بر این شر یه تک گوش نیست در قلب انسان. شر چیز مادی نیست. و اینطوری نیست که اگه یه تک گوش از قلب بردارید، از شر، از دل همه مردم برداشته میشه. خدا من همه بندگانشو دوست داره. و بر مبنای عملشون که به اونها پاداش میده به هر حال بعد از انتها شق صدر و غسلش پیامبر خدا صلی الله علیه و در بیت المقدس غسل داده شد و به آسمان برده شد بر پشت یک چارپایی که اسمش براقه و این در صحیح بخاری اومده از قول انس پیاو مړه خدا سو سم فرماي الله صلى الله عليه وسلم کې بیره برمن اورده شو چې کې حيوانو سپيدي و طول دراز طولاني بالا تراس چار پا او پاین تراس په استلحه ګور خار يا شبه اين که سوار شدم تا اینکه بیت المقدس رسیدن این یک معجزه ای اینکه که سوار یک حیوانی بشه که پیش بشر معلوف نبود مشهور نبود به بیت المقدس برسه و در بیت المقدس به بعضی پیش امام بعضی از انبیا شد و حیاتشون رو ذکر کرد و از اونجا بود که به آسمان هفتم اروج کرد از یک آسمان به آسمان دیگه رد می شد. و با انبیای از کرامی مثل آدم، یوسف، ادریس، ایسا، یحیی، حارون، موسی، ابراهیم علیه السلام ملاقات کرد و بدون شک او سرور انبیا و مرسلینه و به این خاطر که خدا من اونو برای مقام محمود مهیا کرده آماده کرده و ارتباطش با بقیه انبیا هم اینه که امامشونه بتر اینکه بر اونها پیش میشه او رحمت للعالمینه اینجا یک مسئله خیلی ضروریه ما ایمانمون به قیامت یک ایمان مادی نیست یک ایمان تصدیقیه یعنی کسی اونجا نرفته نر باز گرده ما اینجوری قبولش کنیم جز پیغمبر خدا چون خداوند سبحانه و تعالی در قرآن کریم نعمت های جنت رو ذکر کرده عذاب جهنم رو ذکر کرده در مقابل این آیاتی که از حقیقت آخرت پرده برمی داره از نعمت های بهشت و عذاب های آخرت این ایمان ما یک ایمان تصدیقیه یعنی ما خبری رو تصدیق میکنیم که از طرف خداونده ولی موضوعات دینی به سه قسمت تقسیم میشه یک قسمتش حسیه الان شما یه آبی جلوتونه مثلا میبینیدش میبینید مثال از من کسافتی توشه میگه آقا این آب نجسه مثلا این آب پاکه با, با حس خودتون با چشم خودتون یا با گوش خودتون صدای زنی رو میشنوید میگه نه داخل نه شما تنها میجا محرمی نیست با صدا گوش خودتون از آن رو میشنوید یا چشم خودتون چیزی رو میبینید با دست خودتون پارچی رو مست میکنید اینا همش چیه؟ حسه در دایره حسه یعنی وسیله یقین بش حواس پنجگانه یکی چیزایی هست که عقلیه شما یه اثر رو میبینید میگه انسانی اینجا شده آب رو میبینید دلالت بر جو میکنید اینا عقلیه یعنی چی؟ یعنی چیزی که خود اون چیز انجا رد شده شما نمیبینیش ازت غایبه، لیکن آثارش مونده ابزار استنباط ابزار یقین بهش چیه؟ عقله. انسان با عقل خودش میتونه به خدا برسه لیکن خدا رو احاطه نمیتونه بکنه با عقل خودش بیه یک تا که موجود کامله بهش ایمان میاره با عقل خودش ایمان میاره که این سخ... قرآن سخن خدامنده چون درت آیات اجازه هستش با عقل خودش درک میکنه که این کتابی که پیش من شماست بر پیغمبر نازل شده خب پس یه دایره مادیه یه دایره عقلیه یک موضوعات دا... در دایره سوم هست که شاهد اینجاست این دایره اخباره قرآن چنین گفته بس یه چیزیه که نه عینش موجوده نه آثارش هیچ آثاری نه از خودش نه از آثارش باقیه یعنی چیزی که عین آن چیز ذات اون چیز غایبه آثارش هم غایبه هیچ دلیل مادی وجود نداره لیکن خداوند بهش خبر داده تنها دلیل خبر صادقه و بسیاری از امور دینی اینطوریه مثلا روز قیامت موضوعش فقط تصدیقی اخباریه موضوع جین ملائکه روز قیامت جنت آتش قصه خلق آدم از بدون پدر مادر آدم و هوا قصه حضرت عیسی هزاران موضوع هست که ما دلیل مادی برش نداریم لیکن قبولش داریم چون خداوند خبر داده ولی کسانی که در میدان دعوت کار میکنند چون این موضوعاتی رو که غیبیه و اخباریه پیش کسی که هنوز ایمان درستی نداره هنوز دین رو درستی نمیفهمه مطرح نکنم و الا سرگردان میشن شما میگی ملائکه میگه ملائکه کجاست میگی جین میگه ثابت کن کجاست میگی جنت میگه رفته میشه که برگرده بر خبر بده میگه آقا بشریت با آدم هوا شروع شد میگه نه آقا داروین گفته که با بوزینه شروع شده و هاکزا هیچ بیرون نمیرید به نتیجه چون تنها دلیلش خبر خدامنده همه قضایه های مرتبط به روز قیامت اخباری پیغمبر چون این خبر داده جز یک نفر اونو کسی ندیده اون یک نفر از بین همه این خلایق پیغمبر خدا صلی الله که در معراج اونها رو دیده پیغمبر خدا در معراج دیده که اهل جنت از نعمت هاي جنتي جنتی مي میبرند اهل آتش داد و فریاد میکنند هو من آياتنا خداوند فرموده که تا آیات خود را نشون بدیم این المنتهى صدرت المنتها این در جنت المعوا اونجا مازاغ البصر و ماتغا لقد رأى من آيات ربه الكبرى و السير نویسان در این رحلت عجیب آسمانی اینی صحب 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 می نویسند که پیامبر خدا صلی بهش تو دیده، نعمت‌هاش رو دیده، جوی‌هاش و نهرهاش رو شرح میده، مخصوصاً نهر کوسر رو آتش رو دیده، اونایی که درش عذاب میشن، صدای نوشتن قلم های فرشتگان رو میشنیده بیت المعمور رو در آسمان هفتم دیده که چطوری ملائکه درش داخل میشن جبرئیل رو وصف میکنه که چطور جبرئیل به پیشوازش میاد براش شراب میاره و شیر پیامبر شیر رو انتخاب میکنه جبرئیل میگه که فطرت رو انتخاب کردی بر امتش پنج نماز یا در واقع پنجاه نماز شبانه روز فرض میشه بعد تا به پنج میرسه واجب نماز فریزه نماز تنها فریزه است که به هیچ حالا ساقط نمیشه تا مادامی که انسان هوش در بدنش هست و تنها پریزی است که در معراج فرض شد مستقیما به وسیله خود خداوند نه به وسیل قاصدانش ولذا نماز معراج مؤمنه در حدیث دیگر نماز عمود دینه من فقد اقام ها فقط دین کسی که نماز به داره دین رو برپا داشته کسی که ترکش کرده نمازو رو ویر، ویران کرده اگرچه این حدیث در جامعه صغیر از اونوار سندش هم ضعیفه که معناش کاملا درسته حدیث متعدد دیگری در این مورد هست کسی که نماز نخونه در دینش خیلی نیست نماز پاکیه نفس و از نجاست ها پاک میکنه نماز شادمانیه معراج مؤمنه پاکی میاره نماز عقله ولذا در آثار هست که مؤمن از نمازش جز آنچه چرا که میفهمد نصیبی نداره ولذا واسه باشید که هواستونو جمع کنید در نماز نماز ذکره، نماز قرب خدا و اقیم الصلاة و ذکری در صورت ها نماز رو بخاطر ذکر من بپا دارید و جود وقت داره سجده کنید و قر... نزدیک خدا بشید قرب خدا حاصل کنید یا در سوره انکبود، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر نماز انسان واس زشتی ها و ملکرات دور میکنه و ذکر خداوند برتره ذکر خداوند برتره یعنی چی بعضیا میگن برتره از همه اون چی که در نماز هست ذکر خداوند بالاترین این چیزه بعضی بعضی از علما میگن که نه اون بجا خودش لیکن شما وقتی خدا را ذکر میکنید خداوند بیشتر از ذکر تو تو رو ذکر میکنه بلکه تو خدا رو یاد میکنی تعبدان لیکن خداوند یاد تو میکنه تفضلان فضل و نعمت بید بینده ولذا فریزی است که ارتباط مخلوق ضعیف با اصل وجود نشون میده خالق الخلق اگر نماز درست باشه دین درست میشه اگر نماز درست نباشه هر چه بگید ارزشی نداره ورزش شیعه با دین هم باز... با نماز هم بازی کرده پنج وقت اومده چهار وقت کرده سنت کنه میخونند و مستحب کنه میخونند و وتر کنه میخونند اونجا خودش و اولین چیزی که روز قیامت سوال میشه نمازه روز محشر که جان گداز بود اولین پرسش از نماز بود اگر نماز درست بشه انسان در بقیه خداوند کمکش میکنه ولزا در آثار هست که هر نماز نمازخون نیست انما تقبل و الصلات ممن تواضع لعظمتی من نماز رو از کسی قبول میکنم که به عظمت من تواضع کنه و شهوات از محرم ها دور نگه داره و اصرار بر معصیت من نکنه و گرسنگان و غذا بده برهنگان و بپوشانه مصیبت دیدگان رحم کنه غریبان و جا بده کل ذلك همه اینها به خاطر من و عزتی و جلالی قسم به عزتم و جلالم که نور چهره چهره چون شخصی پیش من از نور خورشید بهتره که جهالتشو و حلم و بردباری قرار میدم ظلمتش و نور قرار میدم مرا میخواند استجابتش میکنم از من میخواهد بهش میدهم بر من قسم میخورد قسمشو قبول میکنم و با, با هم او رو حفظ میکنم مثل چون این انسانی پیش من مثل پردوس است که سمرهاش کهنه نمیشه گویا که و این حدیث رو دیلوی روایت میکنه از حارس ابن وحب گویا که سبحانه و تعالی مهمترین موضوع دین رو بر ما بخواد بیان کنه لذا وقتی اون رو فرض کرده که پیغمبر خدا در صدرت رو متحایه در نزد خداوند مستقیما به خود خداوند به وسیله ذات الهیش سخن از نماز طولانیه این انسان خلق حلوا انسان بی صبر نگرانه بهش خیلی برسه دستشو نگه میداره بهش شری برسه در اصل خلقتش اینطوریه جزا و فضا میکنه اذا مسه الشر جزوا و اذا مسه الخير منو، الا مصلين جوز نماز گزاران این رنج و مهنت هایی که به ما مسلمانان میرسه در چون این وقتی همه ما و شما بیشترین نیاز داریم که به خداوند متصل بشیم تا خداوند ما رو از شر دین ستیزان و رافزیان و شاگردشون محفوظ نگه داره وقتی بر پیغمبر مشکل می آمد، پیغمبر به نماز پناه می برد سر قبرا نمی رفت که قبرا پناه ببره وقت نماز که می رسید در حدیث که امام ابو داود نقل میکنه ارحنا به های بلال به وقصیل نماز ما رو را راحت بگردان خدا من چون راحتی رو را در نمازها نصیب من شما بکند پس نماز پاکیه میخوای پاک بشید نماز بخون بر خدا میخوای نورانی بشید نماز بخون میخوای حق و حق ببینید و باطل و باطل نماز بخون دو دلید درکت نماز بخون بگو ای خدایا اگه هر این ای هر پای که من الان میشتم هر پاش درسته دل منو منوار کنش اگه نادرست هر پاش منو, منو باز گردون اینجا ببین خدا با تو چیکار میکنه نماز درش سعادت درش عقل درش اروج به آسمان نماز ذکر قرب خداوند نماز دوری از فحشا و ملکره محال هزار و هزاران بار محال که شما با خداوند ارتباط برقرار کنید و در تاریکی ها باشید در ظلمت ها باشید و رضا خداوند به پیغمبرش میفرماید، فبما رحمت من الله لنت لهم یعنی از خلال ارتباطت با ما از خلال نماز پاک شدید و قلبت پاک شده و پر از رحمت شده نماز انسان رو پاک میکنه تسکیه میکنه و اگه بخواید دلتون پر از رحمت بشه نماز بخونید و این رحمت ببخشید این رحمت منتقل میشه به به نرمیش به نرمی خوش اخلاقی اون موقع مردم دور جمع میشن حرف گوش میکنن اگه از خدا دور بشید دل سنگ دل میشید این سنگ مردم از دورت میرانه و رضا معراج یکی از مهمترین حوادث پیغمبر خدا بعد از بعثت و دلیل بر اینه که پیغمبر خدا رو حقا سرور انبیاء و رسول قرار داده و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين